سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال روزانمون. با هم میپردازیم به انرژی شنبه دوستان 26 شهریور. دوستان عزیزان، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین و صفا آوردین دوستان، و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان و یاران که هستین در کنارم. عزیزان دل، بریم ببینیم چه خبر هست در انرژی ها. ببینیم که اولین انرژی که برای شنبه شما، اولین روز هفته برای یک سریاتون و ویکند برای یک سری دیگه، ببینیم چه خبر هست، چه انرژی هایی با شما دوستان همراهی میکنه. خب خانم پاپس تشریفشون رو آوردند، ولی حرفی که میزنه پشت کارت ها این هستش که دوستان یک دوره سختی شاید در یک سکوت مطلق بودن، و یا اینکه مسئله دوستان دارم میبینم که در یک ابهام کامل بوده، دارین از این مسئله در میایین و به یک مسئله میانه میرسین. زحمت کشیدین، میانه روی کردین، صبوری کردین، برای یک سری اختلاف با یک خانم دارین به یک صلح آشتی باش با این خانم میرسین دوستان. این هم ممکن هست باشه. خب ببینیم کارت های دیگه بهمون چی میگن دوستان. کارت بعدی، امیدوارم که کارت ها همه توی این چیز باشن، کادر باشه، چپ و راستش رو درست بزنم. اوکی، اپ 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 اپ. مسائل دوستان، دیدتون رو عوض کردین در مورد زندگی، در مورد مسائل. یک اوج دارم براتون میبینم، یک واقعا به قول معروف بالا رفتم از نظر احساسی، هیجاناتم تحت کنترلم هست. ابهام میخواد به وجود بیاره. شخصی هست، اشخاصی هستش، من میدونم کی هستم و چه ارزشی دارم، و اینجا دارم میبینم که سرنوشت در کنارتون هستش، حرکت افتاده، وارد دوره جدیدی میشین. این مسائل میشه پشت سر شما، این سکوت، این بدجنسی ها، این حرف نزدن ها، مسئله که شاید در انتظارش هستیم و جوابی ندارین، همه اینها به پایان خواهد رسید دوستان، و به سمت یک تصمیم گیری بعدش خواهیم رسید. به هر حال سرنوشت داره حولتون میده و در کنارتون هستش. خب برای سری حرف از این میزنه که کارما دوستان، مسئله بوده کارما که شاید تمیز کردن یک سریاتون و به این دوره جدید دارین میرسید. برای یک سری در ارتباط شخص احساسیتون ممکن هست باشه. حالا شخص احساسی اینجا حتما عشقتون نیست، ممکنه پدری باشه، ممکنه شخصی باشه، قطب مذکری باشه که نسبت به اون یک حس خوبی دارم. این هم ممکن هست باشه و یک مسئله متقابل هست که در یک سکوت هستین، در یک مسئله هستین که ابهام بسیار بزرگی وجود داره. ببینیم کارت های دیگه چه تشریح میکنن، چه جزئیاتی میدن که این مسئله رو برای ما روشن کنه. برای شما که مثل که برای صورتون روشن نیست. ببینیم برای ما به چه صورت هست. برای سیر ممکن هستش که خانمی در ارتباط با آقای دوستان برای شما مشکل ساخته. خانمی که شاید ارتباطی با این، باز هم کارت کارما پشت افتاد و کارت کارما اینجا اومد. حرف از کارما میزنن و حرف از سرنوشت میزنن. برای یه سریاتون واقعا دوستان کارمایی دارین تمیز میکنه. مسئله از گذشته ممکن هست برگرده توی زندگیتون. کلید دست خودتون هستش دوستان. ببینین، حس میکنین که خیانتی بهتون شده. این حس خیانت باید از خودتون دور کنین، هر چقدر که به قول معروف حرف زدن آسانتر از عمل کردن هستش. وقتی که در شرایطی هر کسی زندگی میکنه خیانتی به شده باشه، حالا خیانت به هر برای هر کسی یک مفهوم خاصی داره. یکی یه آب نبات از دستش بگیرن، یکی ممکن هستش که واقعا خیانت بزرگ و وحشتناکی شده باشه در حقش. دارم میبینم که برگشت مسئله به سمتتون هستش. شاید چیزی که در زمانی ابهام داشته الان داره روشن میشه، به هر حال داره به سمتتون برمیگرده. برای یک سریا یک شخصی که در گذشتهش در یک جدایی باهاش بودین داره به سمتتون برمیگرده، چون در دل کارت ها حرف از جدایی و برگشت اون شخص در زندگی هستش. اکثریتتون کارمایی رو تمیز کردین دوستان، و با تمیز کردن کارمایی به اون اوجی که باید از نظر روحی دارین میرسین. بسیار زیبا، به به. خب ببینیم کارت بعدی. کارت برگشت. خسته هستین دوستان، خسته هستین.
از گذشته خسته هستین، از این کارمایی رو که به هر حال تمیز کردین خسته هستین دوستان، و اینکه خسته هستین که شاید ببینید ابهام هم اینجا ما هست، ممکن هست باشه، از این حالتی که در یک سردرگمی باشین خسته هستین. برای یک سریاتون مسئله داره روشن میشه به این زودی براتون. و آخرین کارت دو تا کارت اینجا براتون افتاد، موفقیت دوستان و به حاجت رسیدم. بسیار خوب، دیگه حرفی ندارم براتون بزنم. بعد از این خستگی مسئله بوده که دست و پای شما رو بسته بوده، احساس کردین که قربانی شدین در مسئله. دارم میبینم اینجا هم موفقیت براتون افتاده و هم به حاجت رسیدن افتاده. ساده نبوده دوستان در زندگیتون. من خیلی خوشحال هستم به خاطر که خطهای انرژی دوستان، عوامل منفی توشون هستن، عوامل مثبتشون خیلی عالی هست. این آخریا به این صورت هستش، به این صورت نیست که تمام خط منفی باشه یا تمام خط مثبت باشه. توضیح میده که مسئله سختی رو پشت سر گذاشتین، کارمایی رو تمیز کردین و الان به اون درجه بالایی از نظر عرفانی معنوی بالاخره رسیدین و اینکه موفق هستین و به حاجت رسیدن براتون افتاده. برای یک سریاتون هم همونجور که گفتم برگشت شخصی که براش خیلی جنگیدین در گذشتتون که در یک سکوتی باهاش به سر می‌بردین، دارم اینجا براتون می‌بینم دوستان. خب از هر چی بگذریم، سخن کار به خوشتر است برای شنبه. ببین دوستان عزیزان در چه انرژی هایی در دامنه کاری هست، از این کارت استفاده میکنم. در دامنه کاری شما در چه انرژی هایی هستیم؟ خب حرف از این میزنه، احساس میکنین که در تله افتادین، احساس میکنین که کارتون شاید به شما اون آزادی عمل، اون خوشبختی رو که باید نمیده در حال حاضر. بریم یه سریا شاید دوست داشته باشیم برین جای دیگه، و دارم میبینم که احساسات شما رو واقعا تحت تاثیر قرار داده. برای یک سریا ممکن هستش که خیلی کم هست، حالا کاری هست، اداری هست، سازمانی هست، هر چیزی که هست دوستان. دارم میبینم در دامنه کاری شاید از خودگذشتگی زیاد کرده باشین، این هم ممکن هست. و برای یک سری ها ممکن هستش که با شخص احساسیتون یک جا دارین کار میکنین که شاید الان بینتون شکراب هستش دوستان، و اینکه الان نمیدونم چه کار کنم با این مسئله. اپ اپ اپ. اوکی، تلاشتون زیاد هست، مبارزتون زیاد هست، کارتون زیاد هست، استقامتتون زیاد هست، از حقتون دارین دفاع میکنین دوستان. و کارتون، من فکر میکنم برای یک سری کارتون خسته کننده شده براتون، واقعا خسته کننده شده، و دارم میبینم که در اون دامنه‌ای که هستین برای یک سریاتون یا احتیاج به کارشناس دارین یا احتیاج به این دارین که نه، یا اینکه خودتون کارشناس هستین. برای یک سری در یک دوستان در یک مبارزه در دامنه کاری، اداری یا قضایی هستین و برای اون احتیاج به یک کارشناسی دارین دوستان. و پشت کارت ها موفقیت و فراوانی براتون افتاده، نتیجه بسیار مطلوبی آیتون خواهد شد در دامنه کاری. خب و اما در دامنه مالی شما چه خبر است؟ سه تا کارت افتاد برشون دارم. و آخرین کارت رو براتون می‌نویسم. بسیار زیبا، پول براتون افتاد. در دامنه مالی دوستان به اون هماهنگی که باید خواهید رسید. اینا هم بذارم بالا. به اون هماهنگی که باید در دامنه مالی خواهید رسید دوستان. شانسی سر راهتون داره قرار میگیره، موقعیتی سر راهتون از نظر مالی داره درست میشه و قدرتگیری شما رو دارم میبینم و پیشرفت شما و استقلال شما در دامنه مالی. بریم ببینیم که در دامنه احساسی چه خبره. از کارتای فرشتگان عشق امشب استفاده میکنم.
حرف از اعتماد میزنه. کارت دیگر من بچینم. اپ اپ اپ. پرواز میکنم. و اینکه آخرین کارت. بله. این کارت، این چهارتا کارت با عزیزانی صحبت میکنه که آنچنان دیگه اعتمادی به زندگیه احساسی ندارن و اینکه در روی خودشون بستن. بهتون داره میگه که خودتون رو رها کنین. در واقع اگر میخواین که عشق وارد زندگیتون بشه، حالا عشق که شخصی که به سمتش گرایش داشته باشین، اولا باید اعتماد کنین و دوم اینکه شادی رو وارد زندگیتون کنین. شاد باشین تا انرژی های خوب رو به سمت خودتون بکشین. میدم کارتا هستن. آره کارتا این تو هستن. خب دوستان، از هرچه بگذاریم سخن قطب مؤنث خوشتر است. قطب مؤنث و نه جنس مؤنث، افرادی که مسائل احساسی و معنوی براشون مهم هست. خب کارت بعد، کارتی حرف میزنه میگه من تصمیم گرفتم که تو آدم بدی باشی و تنها مقصر امیان تو هستی. خوشبین میگه که من به آینده خوشبین هستم و اینکه من میدونم که ما با هم خواهیم بود. و کارت بعدی حرف از کسی میزنه افسرده و اینکه میگه که من احساس ناراحتی میکنم و خالی و بی انرژی هستم و یک کیلو بستنی جلوی خودش گذاشته داره میخوره. بسیار خوب، قطب مؤنث. ببینید دوستان، با اینکه حالش بد هستش، آنچنان خوب نیست، دارم میبینم که کارهایی رو داره انجام میده که حالش خوب باشه. اولا مسئولیت اینکه یک ماجرا رو از خودش دور میکنه. آفرین، همیشه نباید این احساس گناه زشت دنبالمون باشه. و خوشبین هست نسبت به آینده. حالا ما با هم هستیم، حتما این نیستش که ما با هم هستیم، اینه که شاید همونجوری که اینجا دیدیم که باید اعتماد کنه، من باید اعتماد کنم شاید به آینده. خب و اما بریم ببینیم که کارت قطب مذکر و نه جنس مذکر، دوستان، افرادی که مسائل مادی و اجتماعی، روابط خونی براشون مهم هست و ارزش‌هاشون ارزش‌های پایین دنیوی هست. شخصی وفادار و اینکه میگه که من به تو وفادار هستم و من فقط به تو فکر میکنم. متعادل، من از اینکه نقاب بر چهره داشته باشم و خودم نباشم میپرهیزم و بالاخره خودم هستم. خدا از ذهنش بشنوه. نمیدونم چه اتفاق افتاده، این روزا خیلی مهربون شده بنده خدا. من احتیاج به یک تعادل دارم و عشق بعد از هر چیزی، اگرم نشد نشد. در واقع این چهره واقعی قطب مذکر هستش. با اینکه دوست داره که با شخص احساسی باشه و نمیدونم تعادل توی زندگیش به وجود بیاد، ولی یه مرتبه میشین چرتکش رو دستش میگیره و میندازه بالا و پایین و میگه که نه، حالا حساب دو تا ببینم، ترازو اینجاست، دو تا من چهار تا کردم و فایده نداره و حالا اگر من این به خاطر تو موقعیت های مادی مو از دست بدم و شراکت مو از دست بدم، فلانی دخترشو به من پیشنهاد داده که نمیدونم باباش فلان کاره و نمیدونم اینجوریه اونجوریه، پس عشق بعدن. خب و اما بریم ببینیم که حالا این در مورد گفتم فلانی دخترشو به هم پیشنهاد داده، فلانی پسرشو به هم پیشنهاد داده، هم خانم هست هم آقایون. دوستان، همونجور که گفتم جنس مذکر نیست، قطب مذکر هست، هم خانم میتونه باشه و هم آقا. و اما بریم ببینیم که عزیزان که در جدایی هستن، شخص احساسی شما چه پیامی داره. دو تا کارت دیگه، نه یک کارت افتاده از دستم، اونو برمیدارم. حالم خوب نیست، حالم اصلا خوب نیست، نه در زندگی خوب هست و نه در جسمم و نه در عقایدم و نه در سرم، فقط همه چیز رو سیاه و تار میبینم و دلم برات تنگ شده. شرایط حال من خیلی سنگین هست و باید تصمیماتی رو بگیرم. خب اینا وقتی که درد دل داره بنده خدا میاد دست به دامن شما میشه. و اما بریم ببینیم که فرشتگان چه پیامی براتون دارن. دوستان،
اعتماد، همه چیز کاملا خوب هست. ما فرشتگان اینجا هستیم برای که تو رو تغذیه کنیم، محافظت کنیم و شفا بدیم. به قدرت شفا دهنده ما اعتماد داشته باش و همچنین به عشق ما. ما تو رو دوست داریم بیشتر از آنچه که تو تصورش میکنی. و عزیزان از دست رفته در گذشته، در دسترس نیست. در حال حاضر عزیز در گذشته شما نمیتونه جواب بده، برای اینکه تلنگری بهش خورده. بله، مقداری گموگیش هست و شما میخواین که براش دعا کنین و کمک کنین که این لحظات رو پشت سر بگذاره. نگران نباشین، فرشته مقرب شما در کنارش هست و اینجا هست تا از اون محافظت کنه. روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه و برای عزیزانی که تازه تلنگری بهشون خورده آرزوی پروازی زیبا دارم. روز روزگار خوش دوستان، و تا فال دیگه، خدا نگهدار.